نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 21 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به اینکه قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام حجت است فرمودند، فعل امام حتی اگر یک بار هم صورت بگیرد حجت است، مگر آنکه آن فعل در امور عادی صورت گرفته باشد، مثل آنکه گفته شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به چه نحوی راه می رفتند یا چگونه غذا می خوردند که در این گونه مسائل و امور عادی حجیت ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند، اما در غیر از این موارد و امور عادی فعل معصوم علیه السلام همانند قول و تقریر معصوم حجت است. ایشان در رابطه با تفاوت مفهوم سیره و فعل معصوم علیه السلام فرمودند، معصوم علیه السلام اگر فعلی را انجام داد حجت است، اما سیره عمل غیر معصوم این است و زمانی حجیت پیدا می کند که همه افراد متدین آن را انجام دهند. اما اگر معصوم علیه السلام حتی اگر یک بار عملی را انجام داد حجت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه، هرچی که مربوط به دینه، هرچی مربوط به دینه، چون قرآن کریم فرموده از پیغمبر تبعیت کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه، خود پیغمبر فرمودن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، پس باید هر چیزی یا از قرآن باشه یا از فرمایشات و عمل و تقریر پیغمبر صلی الله علیه و آله یا از عطرت. هرچی این ستا نبود، نه تو قرآن بود نه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن، نه عطرت صلوات الله علیهم ازشون صادر شده، این باطل همش. چی؟ نه نه، چیزایی که مربوط به دینه، مربوط به احکام شرعیه است، مال احکام الزامیه واجب و حرام، حالا چه عبادات باشه چه معاملات باشه چه احکام دیگه باشه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. عراق آماده میزبانی از خانواده های لبنانی آسیب دیده از حملات اسرائیل. تداوم حملات اسرائیل به لبنان، 90 هزار آواره جدید و افزایش نگرانی ها. ادامه بحران تورم در ترکیه و فشار بر خانواده ها، زندگی در ترکیه هر روز گرانتر از روز پیش می شود. درخواست سازمان های حقوق بشری از شورای اروپا مبنی بر الزام آذربایجان بر توقف سرکوب و نقض حقوق بشر. و آیت الله العظمی شیرازی، فعل امام معصوم علیه السلام حتی اگر یک بار هم صورت بگیرد حجت است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.